آقای دکتر شهریار عمرانی در تهران متولد شد و پس از اتمام دوره دبیرستان وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران گردید. در سال 1979 به امریکا مهاجرت کرد و دوره رزیدنسی خود را در بخش روانپزشکی لانگ آیلند جویش هیلساید مدیکال سنتر در نیویورک به اتمام رساند. سپس به لس آنجلس آمد و به عنوان روانپزشک مشغول به کار گردید. تخصص دکتر عمرانی در مورد بیماران چند شخصیتی می باشد. وی عضو انجمن روانپزشکان آمریکا و کالیفرنیای جنوبی بوده و عضو انجمن هیپنوتراپیست های بالینی جنوب کالیفرنیا می باشد. در حال حاضر دکتر عمرانی در مطب خصوصی خود در بیورلی هیلز به طبابت اشتغال داشته و در رادیو صدای ایران در مورد مسائل روانپزشکی، روانشناسی و اجتماعی صحبت می‌کنند و لازم به ذکر هست که این برنامه‌ها از طریق رادیو صدای ایران ماهی یک بار پخش میشه. سخنرانی امروز دکتر عمرانی در مورد روانشناسی و سیاست، تضادهای سیاسی در دنیای امروز و ریشه‌های روانی تروریسم می‌باشد. ریشه‌های روانی تروریسم. آقای دکتر شهریار عمرانی. با سلام و تشکر، خیلی ممنون از انجمن مهرگان برای دعوتشون. موضوعی که من برای امروز انتخاب کردم که صحبت بکنم روانشناسی و سیاست است. ببینید که تمام کارهایی که در زندگی ما میکنیم به شکلی به روانشناسی و به سیاست مربوط میشه. خیلی جالبه که اکثرا ما درخواست داریم، مثلا میگیم که کاش دو مرتبه دنیا آمده بودیم، یه چیزایی بهتر میدونستیم. من خوشحالم که دو مرتبه این سخنرانی رو دارم، به خاطر اینکه دیروز به زبان انگلیسی صحبت کردم و چند تا نکته هایی که به من گفتن خیلی جالبه که بتونم الان از قبل تصحیح بکنم. یکی این که نمیدونستن که سابجکتی که من صحبت میکنم درباره چی هست. در مورد تضادهای سیاسی، روانشناسی توده ها و ریشه های تروریسم از نظر روانی. در صحبتی که من دارم در مورد مسائلی که اگر صحبت میشه میخوام بدونین که هیچ نظر یا چیز به خصوصی نیست، جبهه گیری نیست، به هیچ وجه حالات توهین وجود نداره و دنبال اینم نیستیم که آیا کسی برحق هست یا برحق نیست. میخوام یه مقدار وقت بذاریم در مورد داینامیکس مشکلاتی که به وجود میاد از نظر روانی صحبت بکنیم. اولین چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که بزرگترین جایی که همه سیاست و روانشناسی رو استفاده میکنن، همه شما هر روز بین زن و شوهرها هست. یعنی اینکه تو تمام کارهایی که انجام میشه به یه شکلی سیاست استفاده میشه، روانشناسی هم استفاده میشه، ولی امروز مورد بحث ما نیست. اگه توجه بکنین، از موقعی که بشر خودش رو میشناخته، به شکلی اگر کسی میخواسته کسی دیگه رو کنترل بکنه از سیاست استفاده میکرده، که در اکثر موارد روانشناسی یک پایه از اون بوده. میتونم براتون این مثال بزنم. تصور کنید که تمام کسایی که اینجا هستن هر کدوم از شما $100 پول داشته باشین و من بخوام این پول از شما بگیرم. اگر که یک چماق من داشته باشم، میتونم به زور اون یه $100 از یک نفر بگیرم، یک نفر رو بزنم یا دو نفر رو بزنم، که این میشه کاملا زور و فورس که استفاده میشه. ولی میتونم یه کار دیگه بکنم، بدونم یه نفر رو بزنم، بقیه تماشا بکنن و اون چماق رو تکون بدم و بقیه از ترسشون زودتر پول رو به من بدن. البته یه اشکال داره، ممکنه که یه نفر دو نفر این کار رو بکنم، بقیه جلو من بایستن. یه کار بهتر میتونم بکنم و اون اینه که
به یه شکلی من بیام به شما اعتقادی رو بدم که اگر که شما این 100 دلار رو به من بدین، من و نه کس دیگه ای میتونم یک جای خیلی خوبی رو در اون دنیا بهتون بدم. اگرم نمیخوای ندین، ولی خب ممکنه برین تو جهنم و برین توی یک صحرای سوزان، بعد میتونم اونجا بنشینم خیلی راحت این 100 دلار رو جمع بکنم. تازه فکر میکنم که دارم یه لطفی هم به شما میکنم. صف میبندین، این 100 دلار رو من بدید به خاطر اینکه میخوان برین جای خوب. زمانی که من اون به زور بخوام پول رو بگیرم، فورس میشه موقعی که یک نفر رو بزنم بقیه به ترسن، میشه تروریسم. موقعی که کاری بکنم که شماها خودتون بیاین این پول رو به من بدین، میشه مایند کنترل یا برین واش. گاهی اوقات این مایند کنترل ممکنه که در یک مسیر بهتر باشه یا بدتر باشه. اصولا سیاست اونجوری که من بهش نگاه میکنم مثل یک بازی شطرنج میمونه. میبینید تو بازی شطرنج اونا که شطرنج باز هستن چند تا حرکت رو از قبل میتونن حدس بزنن، ولی اون شطرنج بازهایی که مهارت دارن، مسترهاشون تمام حرکت ها رو میدونن، میدونن که چه اتفاقی خواهد افتاد. در دنیای امروز متاسفانه من فکر میکنم که آمریکایی‌ها شطرنج بازهای خوبی نیستن. سیاستمدارهای ایران شطرنج بازهای خوبی هستن و متاسفانه ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. دنیا و آمریکا در دو نقطه زمان بعد از جنگ جهانی دوم با بحران بسیار شدیدی روبرو شدن. یکی زمانی بود که مسئله کوبا پیش اومد، کیوبن میسل کرایسیس، که در اون زمان خروشچوف بود، جان کندی بود و دنیا خیلی نزدیک جنگ جهانی سوم شد. ولی در اون زمان چون که جان کندی، رابرت کندی و کنت اودانل که ادوایزرشون بود و اینها رو اون زمان بهشون گفتن داوز، کبوترهای صلح، بر ضد جنرال های آمریکایی که در اون زمان میگفتن هاک یا بازهای جنگی، اینا تونستن دنیا رو طوری بچرخونن که جنگ نشه. اگر علاقه دارین یه فیلم هست به اسم 13 روز 13 days. تو این فیلم دقیقا نشون میده که تا چه اندازه دنیا نزدیک جنگ جهانی سوم شد و با چه تدبیری ادمنستریشن آمریکا که این 3 نفر باشن تونستن بچرخونن. بحران دیگه سپتامبر 11 بود و متاسفانه در این زمان به خاطر اینکه ادمنستریشن آمریکا خودشون یک وارد نبودن، دوما خودشون بازهای جنگی بودن که پرزیدنت بوش، دیک چینی وایس پرزیدنت، دونالد رامسفیلد سکرتری آف دیفنس، با طرز فکر خودشون و ندونم کاری خودشون متاسفانه دنیا رو به حد جنگ جهانی سوم دارن میبرن و متاسفانه این داستان ممکنه خیلی عمیق‌تر باشه از جنگ جهانی دوم. حتی متاسفانه وقتی که فکر میکنین زمانی که یک نفر داره رئیس جمهور میشه، قبل از اینکه به عراق حمله بکنه هنوز نمیدونه تفاوت شیعه و سنی چی هست و اینکه چه چیزهایی در فکرشون هست. اون چیزی که من امروز در موردش صحبت میکنم در مورد یک مقدار روانشناسی، به خصوص در مورد اون طفل درون، inner child، اهمیتی که در زندگی روزمره ما داره و چطور تمام رفتارهای مهم ما تحت کنترل اون فاکتور مهم هست، و بعد در مورد سیاست. بریم، زمانی که ما دنیا میایم ما منطق نداریم. بچه‌ای که دنیا میاد به این تو این دنیا هیچ گونه منطقی نداره. در دنیای سبودی به تدریج تجربیات ما باعث میشه که قشر روی قشر ما یاد بگیریم منطق چی هست. وگرنه توجه بکنید بچه‌ها رو ببینید،
کارتونا رو تماشا بکنین. بچه‌ها واقعا باور میکنن که قوری ممکنه صحبت بکنه، راجر رابیت ممکنه که روی هوا را بره، بیفته زمین، پنج تیکه بشه، دوباره به هم بچسبه، راه بیفته. منطق ما یک قشر خیلی سطحی هست و اون چیزی که بیشتر ما رو کنترل میکنه تمام اون احساسات، تضادهایی که ما از زمان بچگی با خودمون داریم. و خیلی جالبه که در هیپنوتیزم کاری که ما استفاده میکنیم، ما برمیگردیم به اون قسمتی که منطق نداره، به اون اینر چایلد برمیگردیم صحبت میکنیم. البته وقتی صحبت میشه در مورد طفل درون، به این معنی نیستش که تمام وجود ما یا گذشته ما یا دوران بچگی ما کنترل کننده است. تمام اون ایونت ها، نکاتی که برای ما اتفاق میفته، اگر از نظر روانی نکته قوی باشه میتونه رو ما اثر بذاره. تصادف شاید ماشین میکنی، میبینی یک سال دیگه هنوز صدای ترمز ماشین میاد آدم به خودش میلرزه. میبینی یک نفر میره جنگ ویتنام، من خودم رو داشتم، کسی رو که میدیدمش توی بیمارستان بعد از سالها با همدیگه صحبت میکردیم، یه هلیکوپتر از بغل بیمارستان رد شد، یک دفعه پری رفت زیر میز که برای چند ثانیه برگشت به همون زمانی که اون موقع ما بهش میگیم فلش بک. متاسفانه من باید در مورد سابجکتی صحبت بکنم که ساعتها وقت میخوام و من محدودن 50 دقیقه وقت دارم. اینه که گاهی اوقات ممکنه از گوشه ها من مجبور بشم بزنم. میبینیم که به تدریج اون چیزهایی که ما یاد میگیریم، مثلا اون روز اول وقتی که یه دونه سیب به شما مادرتون میده، میگه این سیبه، آدم نمیگه که این آیا پرتقال، ماشین، فیل، هواپیماست، اون سیبه. درست همون جوری که یک کامپیوتر پروگرام میشه، همون چیزهایی رو که ما بهش میدیم به همون صورت جذب میکنه و قبول میکنه. و بعدها هست که ما منطق داریم که از حدود سن 7 سالگی به بعد هست تازه تجزیه تحلیل منطقی نیست، یعنی analytical thinking به اون شکل نیست، ولی به تدریج ما میتونیم مسائل رو یاد بگیریم. به همین خاطر هست که ممکنه که شما ببینید که یک نفر رفته تحصیل کرده ولی در ضمن ممکنه خرافاتی باشه، که اینو بهتون توضیح میدم که چرا این ممکنه اتفاق بیفته. ببینید یک نفر از خانواده این میاد که پدرش مادرش رو کتک میزده، بزرگ میشه، کاملا مخالف اینه که یک نفر خشونت نشون بده، ولی وقتی خودش عصبانی میشه یک دفعه مثل اینکه پدرش میاد بیرون و خودش هم همون کاری رو میکنه که منطقا برخلاف اون معتقده. همونطور که گفتم قش روی قش ما منطق رو پیدا میکنیم با اینکه با یک تضاد ممکنه ما روبرو بشیم. جالبیش اینه که اون قسمت ادالت رو که بزرگسال رو که صحبت میکنیم ممکنه کاملا منطقی باشه، اون چیزی که تعیین کننده رفتار ما هست رابطه این دوتا با هم هست. به چه صورت؟ ببینید ممکنه خیلی ها میرن یه دونه ماجیشن رو میبینن، مثلا میرین دیوید کاپرفیلد رو میبینین تو اونجا داره یک نفر اره میکنه. ما میدونیم که این ایلوژنه، این کار یعنی کلکه. خیلی هم نمیرن، یه چیز بورینگه، وقتی من میدونم که این درست نیست چه دیدن داره. ولی خیلی هم میرن، خیلی وقت هم اکسایتد میشن. ولی چرا اینطور هست؟ به خاطر اینکه اون طفل درون این رو میبینه، اکسایتد میشه، ولی آدم بزرگه بهش میگه نترس، این فقط کلکه، این ایلوژنه، یعنی این دوتا دارن با هم کار میکنن. میبینین یه نفر فیلم ستار وارز رو درست میکنه، میلیون ها دلار در میاره، مردم میرن 10 دلار میدن، میرن این فیلم رو تماشا میکنن، همه میدونن ساینس فیکشنه، اکسایتد میشن، حتی بعضی ها لباساش رو میپوشن، کلابی درست کردن که اون بازی ها رو میکنن، ولی تا جایی که میدونن it's as if world، به این معنی که دنیایی که تخیله. ولی به محض این که بخوان به این مسئله باور بکنن، یک مهر جنون روشون میزنن که همچین چیزی امکان نداره واقعیت باشه. نکته دیگر رو بهتون بگم، تو همین استار وارز هم آدم بزرگه با آدم کوچیکی داره همکاری میکنه، میگه اوکی اکسایتد بشو، بازی تو بکن، ولی اینها واقعی نیست. اگر به علتی که در خیلی از موارد ما این رو میبینیم
رابطه یه آدم بزرگه با اون طفل در اون قطع باشه، ما دو تا پروسس داریم که همزمان اینا داره طی میشه. اگر خاطرتون باشه چندین سال پیش در همین جا نزدیک سان دیگو گروهی بودن به عنوان هیونز گیت که خودکشی کردن، همه فکر میکردن که میرن توی اسپیس شیپ، میرن توی سیاره دیگه و میبینیم که خودکشی کردن. و همه هم تعجب کرده بودن که چطور ممکنه این آدم ها این کار رو بکنن. و جالب اینه که هیچ کدومشون هم جنون نداشتن، هیچ کدومشون هم یک مهره به خصوص روانی رو اینها نبود، ولی اینها ساجستبل بودن، یعنی به این منظور که اینها میتونستن خیلی زود مسائل رو همونطوری که هست و بهشون میگن قبول بکنن. ساجستبل بودن، کسانی بودن که شاید بشه خیلی زودتر اینها رو برین واش کرد. علتش چیه؟ علتش اینه که اون آدم ادالت با اون طفل درون در رابطه نیست که بگه درسته که این صحبت ها رو میکنن ولی اینها واقعیت نداره. میبینیم که در خیلی از موارد ما عقایدی داریم که این عقاید میتونه سوپرستیشیس باشه، خرافات باشه، میتونیم عقایدی باشه که درست نباشه، و شخصی که کاملا تحصیل کرده است میبینیم که اشکال داره. به چه شکل؟ میبینی این نفر که تحصیل کرده است پزشک هست، عطسه میکنه، میگه صبر اومد، وای میسه. میبینیم که خیلی از کارهایی که میخوان بکنن روشون اثر میذاره. این طرز فکر در مورد جامعه هم هست. اگر که یادتون باشه توی ایران زمانی که در قدیم خورشید گرفتگی بود، سولار اکلیپس بود، اعتقاد در خیلی جای دنیا هست که یک اژدها داره میخوره خورشید رو، و مردم هم با دیگ و قابلمه میوادن بیرون، به هم میزدن اینا رو. و جالبش اینه که همیشه اون اژدها بعد از چند دقیقه میترسید و فرار میکرد. خیلی جالبه که یه فیلم مستند بود نشون میداد که در کامبوج ارتش کامبوج به طرف خورشید تیراندازی میکرد و گفت تا آخر این خورشید گرفتگی اژدها چیزی نشد، 70 نفر روی زمین زخمی شدن. اگه خاطرتون باشه تو ایران صحبت میکردن میگفتن اگه صبح زود توی حمام عمومی برین جن داره. خیلی از رفتارهای ما رفتارهایی که همون طفل درون داره، و به اون صورت نیست که این آدم بزرگه رفته باشه اونا رو دونه دونه چک کرده باشه ببینه درسته یا نه. به همین خاطر است که همیشه در کارهایی که ما انجام میدیم باید در نظر گرفت که طفل درون چه رولی رو بازی میکنه. در یه جایی هست که منطق کاملا اونجا کار میکنه، مثل اینکه مثلا شما جبر دارید حل میکنید، ریاضیات، کاری ندارید که جواب 2 یا 3. ولی اگر در همون موقع فکر بکنید که سر جلسه امتحانش هستید، توی خونه منتظر هستن ببینن که شما چه نمره‌ای دارین میگیرین و نروس بشین، میبینید که سر جلسه امتحان هستید، نمیدونید که اصلا درست مسئله رو حل بکنید. توی خونه میتونید، سر جلسه امتحان نمیتونید، به خاطر اینکه یک احساس داره شما رو کنترل میکنه. اینه که در خیلی از موارد کارهای روزمره ما تحت کنترل این هست، و به خصوص روابط نزدیک و عشق و عاشقی، رابطه ازدواج به مقدار زیاد با تضادی که طفل درون داره خودش رو نشون میده و رفتار ما کنترل میشه. این طرز فکر بود تا دوره رنسانس. دوره رنسانس در اروپا در حدود قرن 15 و 16 تغییری در دنیا به وجود آورد، و به این صورت بود که قدیم به خاطر اینکه علم اونقدر پیشرفت نکرده بود، تفاوت طفل درون با آدم بزرگ از نظر معلومات و سواد خیلی فرق نمی کرد. ولی زمانی شد که علم دیگه جلو زد، و همه می دونن که داستان گالیله رو و اینکه گفت زمین به دور خورشید میگرده و کلیسا گفت نه همچین چیزی نیست، اشرف مخلوقات روی زمینی که هست خورشید و کائنات باید دور ما به چرخه. این رو نشون میده که در جایی شد که قسمت بالغ به قسمت طفل درون از نظر علمی
پیشگیری کرد. اتفاقا دیروز جناب علی نیری صحبت میکردن در این مورد اگر اینجا بودین، و من به شوخی خواستم به ایشون بگم که حرفا که شما میزنین چیه، که من رفتم بیرون نیم ساعتم خورشید نگاه کردم دیدم خورشید دور زمین میگرده، چرا این حرفا رو میزنین؟ تازه تو هاروارد هم میرین این چیزا رو تدریس میکنین، اومدین اینجا یه مجتمع میدونم نقطه اونا روی این سلایدها به ما نشون دادین و صحبت از بیلیون و تریلیونز، من تا 100,000 بیشتر سرم نمیشه. یعنی اینکه اون چیزی رو که ما میبینیم در خیلی از موارد اگر که نمیتونیم لمسش بکنیم، اگر نمیتونیم درست متوجهش بشیم، دلیل نداره که غلط باشه. به همین خاطر میبینیم که دوره رنسانس طوری شد که اطلاعات زیاد شد. در یه زمانی بود که مردم فکر میکردن سوسک از کاغذ تولید میشه، بیولوژی وجود نداشت، دی ان ای وجود نداشت، و مردم اون چیزی رو که میدیدن به همون صورت قبول میکردن. مسئله که در اون زمان بود به خاطر اینکه مذهب و چرچ در اروپا به مقدار خیلی زیاد همه چیز رو کنترل میکرد، شاه کینگ های اون موقع و حاکم های اون موقع تونستن که قدرت رو از دست اینها بکشن. امروز ما میبینیم میگیم که به خاطر مسئله که در دوران رنسانس ما در زمانی زندگی میکنیم که separation of church and state، یعنی مسائل administrative با مسائل مذهبی فرق میکنه. ولی خیلی جالبه که در همین امروز هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، گروه های رادیکال مذهبی اگر ولشون کنید در همین آمریکا میبینید که میخوان تیک اوور بکنن. امروز ما میبینیم که در مدارس آمریکا مسئله که پیش اومده اینه که میگن که این اِوولوشنی که شما دارین درس میدین که دنیا در بیلیون سال، میلیاردها سال و خود کره زمین و انسان ها برای هزاران هزار سال وجود داشتن، این یک تئوریه که دلیل نداره که حتما درست باشه، ولی باید به بچه ها ما درس بدیم که دنیا در 6 روز درست شد، که creationism یا اسم دیگه که برای شوردن intelligent design هست، که میگم ما اینو باید به بچه ها درس بدیم. شما نمیتونید فقط اون رو درس بدید به بچه ها. خیلی جالب است که حتی امروز زمانی که توی کانگرس آمریکا یک نفر میاد میخواد شروع کنه کارش رو separation of church and state، دستش رو روی بایبل میذاره قسم میخوره. نکته خیلی جالب برای اینکه ببینین که قدرت این افکار چقدر زیاد هست اینه که اگر توجه بکنید حتی تو قبیله های ابتدایی همیشه قدرت جادوگر از رئیس قبیله بیشتره. جادوگر به خاطر اینکه تمام فکرهای معجزه‌آسای طفل درون رو ریپرزنت میکنه، قدرتش از اون چیف یا رئیس قبیله که قسمت ادمنستریتیو و آدم بزرگه و منطق رو نشون میده قدرتش بیشتر هست. ببینیم که چه اتفاقی افتاد. دو تا سیستم ما داشتیم. اصولا در طول تاریخ همیشه هر سیستمی که ما داشتیم، چه علم باشه، چه خرافات باشه، چه اعتقادات دیگه ای باشه، برای آرامش بشر هست. یعنی یک قسمت رو اگر در نظر بگیرید، روانشناسی و روانپزشکی شاید با مذهب قسمت مشترکی دارن، این هستش که هر دو برای آرامش دادن به اضطراب‌های بشر به وجود اومدن. با مسائل روزمره ما سر و کار داریم، مرگ، ازدواج، بیماری، چیزهایی که ما برایش سوال داریم که هنوز امروز هم با تمام منطقی که ما داریم هنوز خیلی چیزها جواب داده نشده. من بیشتر در مورد مذهب صحبت میکنم به خاطر اینکه خب رابطه انسان با خدا هست که تو این قسمت هست. دو سیستم مختلف با همدیگه روبرو شدن. توجه کنید به چه شکل. سیستم جدید، یه نفر مریض میشه، شما میایی میگی که باعثش چی بود؟ یه باکتری بود. چه کار بکنیم؟ آزمایش خون میکنیم، لب تست میکنیم، کت سکن میکنیم، ببینیم که اشکال از کجا هست. درمان چی هست؟ درمان آنتی بیوتیک میدیم، خوب میشه. سیستم قدیمی چی فکر میکرد؟ شخصی مریض شده، چشمش کردن. خب
چه سیستمی به کار ببریم ببینیم که چطوری میتونیم کمک بکنیم به جای لب تست؟ لب تست بود، تخم مرغ میشکنن، اسم افرادی که متهم هستن رو مینویسن و رو شمسی خانم فشار میدن وای اگر که اون تخم مرغ بشکنه. و بعد درمان داره، یعنی همونطور که اینا میرن آنتی بیوتیک بیاگیرن، اونا میرن که یک مقدار از آب دهن و خاک کف پای اون شخص رو بگیرن به بدنشون بمالن تا اینکه خوب بشن. حالا آنتی بیوتیک به همه ممکنه کمک نکنه، اونجا ممکنه کمک نکنه، بعضی هم خودشون خوب میشن. جالبش اینه که هر دوی این سیستم ها هم یک حالت پیشگیری یا پریونتیو مدیسین درش وجود داره. ما در علم امروز میایم میگیم که دستاتون رو بشورین که مشکلی به وجود نیاد، اگر که جرمی هست تمیز بشه، بیمار نشید. از اون طرف برای اینکه چشم نشید، سوزن، میخ، نمک، شیشه، تمام این چیزایی که میبینید که به کار برده میشد. پس ببینید دو تا سیستمه که موازی همدیگه دنبال یه مقدار جواب‌ها میگرده. مشکلی که وجود داشت اینه که رنسانس در همه جای دنیا پخش نشد، فقط در یک قسمت‌هایی از اروپا و بعدم که به آمریکا منتقل شد. هنوز خیلی قسمت‌های زیاد دنیا هستن که تحت تأثیر رنسانس قرار نگرفتن. نه اینکه فکر بکنید که شما از نظر سیاسی گروهی که هنوز اون رشد رو نکرده بتونید براشون قانون اساسی تصویب بکنید و بهشون تزریق بکنید. این پیشرفت نیست. پیشرفت زمانی که خود مردم بتونن بیان بالا. در اروپا هزاران هزار نفر یا میلیون ها نفر کشته شدن طی انقلاب ها، شورش ها، و ما میبینیم که عصرهای مختلف رو از نظر دوره انلایتمنت، خرد، اینجور چیزها رو گذاردیم تا به جای برسیم که امروز که من اینجا وایستدم بدونم تقریبا به صورت آزاد صحبت بکنم. من اگر همین صحبت رو بخوام جای دیگه داشته باشم ممکنه که من رو بندازن زندان یا ممکنه حتی جونم هم از دست بدم. یعنی اگر که امروز من وایستدم اینجا دارم صحبت بکنم، نتیجه قرنها رشد فکری و سیاسی مردم هست که به این نقطه برسه و این رو ما نباید نادیده بگیریم. خیلی مهم هست. و متاسفانه همه جوامع آمادگی سیاسی این تغییرات رو نداشتن. و خب حالا بعضی هستن که تو این سیستم ها خیلی هم با عقل و درایت میخوان سیستم خودشون رو منتقل کنن به یه جای دیگه، ممکن است آمادگیش رو نداشته باشن. شما اگر امروز در فرانسه بخواید سیستم دیکتاتوری بذارین اونجوری پا نمیگیره، ولی سیستم دموکراسی رو برین توی لیبی بذارید اونجا هم پا نمیگیره. به همین خاطر اون رشد سیاسی مردم هست که بدونن که چطور زندگیشون رو بچرخونن. چند کلمه صحبت بکنیم در مورد مذهب. ببینین صحبتی بود که میگن که اگر خدا وجود نداشت مردم خدا رو خوب و درست بکنن به خاطر اینکه بهش احتیاج هست. مذهب شیوهی هست که مردم بتونن رابطهشون رو با خدا و با زندگی خودشون نگه دارن. ولی نکات دیگه اینجا مطرح میشه. همون جوری که یک بچه داره بزرگ میشه و پدر خودش رو یک authority figure، کسی که قدرت داره رو، گاهی قدر ممکنه مادر باشه ولی اکثرا پدر، به عنوان قدرت مطلق میبینه، ولی کم کم بچه به سنی که میرسه و زمانی که درک میکنه که مرگ وجود داره و پدرش قادر مطلق نیست، کانسپت خدا به وجود میاد و تمام اون احساسی رو که اون بچه داره میده به خدا. پدر خودش یک انسان مرتال، مردنی میشه. در خیلی از موارد اگر توجه بکنین رابطه طفل درون با پدرش مشابه رابطه اون آدم بزرگه هست با خدا. آدم رابطه داره با پدرش که پدرش مهربون، خدا مهربونه، از پدرش میترسه، از خدا میترسه. و توی خیلی از البته من اینا رو به صورت خیلی سیمپل و ساده دارم میگم، ممکنه که به عنوان جنرال دارم صحبت میکنم. نکته دیگه اینه که ما ببینیم که از طرف مذهب
مذهب میتونه در یه جا با ما کمک بکنه، میتونه در یک جا با ما صدمه بزنه. بستگی داره اینکه ما چقدر حس بکنیم احتیاج داریم کنترل بشیم و اینکه یک نفر دیگه چقدر میخواد ما رو کنترل بکنه. مذهب قسمت مختلفی داره. اون قسمتی رو که مربوط به آدم بزرگه میشه قسمت روحانیت مذهب هست که میبینیم که رابطه انسان با محیط خودش و با خدای خودش هست. برای اینکه مردم روحانیت رو به دست بیارن همه باید یک سلسله مراتبی رو طی بکنن که کار ساده‌ای هم نیست و زمان خیلی زیادی میخواد. قسمت دیگه این هست از مذهب که شامل ریچوال میشه. ریچوال به این معنی هست که اگر که ما کاری میکنیم که یک قدرت به خصوص رو بهش میدیم از نظر معجزه آسا، فکر میکنیم که بتونه برای ما کمکی باشه. به این صورت که اگر که شما فکر بکنید یک نفر، بدونین که قدیم عروسی که میکردن گوسفند میکشتن براشون، اگر یک نفر فکر بکنه که این گوسفند کشتن برای اینه که گوشش رو بگیرن و به بی‌بضاعت ها بدن، این میشه یک رسم و رسوم. ولی اگر فکر بکنن که با ریختن خون گوسفند درد و بلا از اینها دور میشه، اون موقع یک قدرت خارق العاده ای دارن به این کارشون میدن که میشه یک ریچوال. من متاسفانه لغت درست ریچوال به فارسی رو نمیدونم و این لغت رو استفاده میکنم. اون قسمت مربوط به طفل درونه. ببینید در مورد روحانیت میبینید که یک نفر میاد میره در تبت سالیان سال ترین میشه، دنبال روحانیت میگرده، خیلی سخته. ریچوال و اون مذهبی که به این صورت ما میبینیم برای عامه مردم هست که وقت این کارا رو ندارن و مال اون طفل درون هست که از طریق طفل درون میبینید که چقدر مردم کنترل میشن. اگر که شما بزرگترین فیلسوف دنیا مثل برنارد راسل رو بگیرید، به هیچ وجه اون نمیتونه، چون اون مستقیما با آدم بزرگ سر کار داره، نمیتونه کسی رو متقاعد بکنه یا به سختی میتونه کسی رو متقاعد بکنه که روی مین راه بره. ولی میدونین که از یه جای دیگه آدم های مذهبی یا فلان آخوند میتونه بهشون بگه که میرید بهش و سیل مردم یا روی مینهای زمینی راه میرن و اگرم کشته بشن با فکر اینکه خب میرن به بهشت. تفاوت رو میبینین. یک نفر داره با طفل درون روبرو میشه که به سادگی در بعضی ها میتونه گول بخوره. یک نفر دیگه داره با اون قسمت ادالت روبرو میشه که چقدر مشکل هست که ما بتونیم مسائلی رو که می‌خوایم منتقل کنیم به اون شخص. نکته دیگه که برای مردم به وجود میاد در مورد مذهب اینه که مردم ربای یا یک کشیش یا یک آخوند رو با پیغمبر عوضی می‌گیرن. حتی به سیستم مذهبی پیغمبر نماینده و سخنگوی خداست. ولی یک آدم مذهبی میتونه به جایی که بره لا اسکول میتونه بره مدرسه این مذهبی و مطالب رو برای بقیه بیان بکنه. اشکال کار اینه که این گروه میگن ما بهتر میدونیم تا شما. مثلا اینه که در یک خانواده یک نفر بگه که پدرم فوت کرده، فقط من میدونم که وصیت نامه پدر چی هست و منم که باید به شما بگم که پدرم چی میخواسته. نکته‌ای که میتونم بهتون بگم به صورت یک قصه میخوام بهتون بگم در مورد مذاهب مختلف. فکر کنید که سه تا برادر هستن که پدرشون نیست یا رفته مسافرت یا ممکنه که مسافرت که رفته فوت کرده باشه و این سه تا با همدیگه یک مقدار مسئله دارن. برادر بزرگه میگه چون من بزرگتر از شما هستم، وقتی پدرمون داشت با من صحبت میکرد من خودم نوشتم این وصیت نامه رو و باید دنبال بکنیم. سومیه که تو سیستم اولیه بوده میگه نه، من چون کوچیکتر از شما سه نفر هستم وصیت نامه‌ای که پدر با من گذاشته کاملتره و این درسته. دومیه میگه اصلا این حرفا چیه؟ من خود بابای هستم، هر چیزی که من میگم همونه. البته این صحبت ها هزاران سال بعد از این، اصلا ما نمیدونیم که این پیغمبرها چی گفتن چی نگفتن. اون چیزی که برداشت امروز ما از اونها هست که میبینیم سیاست چطور اینا رو تغییر داده. و نکته دیگه این هستش که
ارث و میراثی که به این سه پسر میرسه بزرگ خیلی کانسرواتیو بوده، اینو میاد ثروتش رو ارثیش رو میذاره توی بانک، اون دوتا دیگه اینوست میکنن، پخش میکنن و بعد از سالها ثروت اولی حدود 12 تا 15 میلیون دلار میشه و دومی و سومی بالای 1 میلیارد دلار پول دارن و هنوز اینا با هم مسئله دارن. بزرگه که مقدار پولش خیلی محدود هست میگه نه، من فرست ادیشن، این پولایی که دارم فرست ادیشنه، با پول شما این مقدار فرق میکنه. اون دوتای دیگه میگه بابا اصلا این حرفا پول با پول چه فرق میکنه، ما این پولا رو داریم و جالبیش اینه که به اون مقدار پولی هم که دارن راضی نیستن و میخوان برن دنبال بقیه، میخوان بقیه هم پول بقیه هم بگیرن. یه نفر نیست بگه که بابا جان شما که به اندازه کافی پول دارید، ببینید با اون پولی که دارید دارید چی کار میکنید، اینقدر نگران نباشید که حالا برید پول اون یکی بقیه هم بگیرید و بخوان گسترش بدین ببینید چی کار میکنید، ببینید اون چیزی که دارید چه کار میکنید، چطور میتونید زندگی رو بهتر بکنید. و جالبیش هم اینه که چون همه با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، سه تا برادر به هم میگن وایسا بابامون برگرده، یک پدری از شما دو نفر دیگه در بیاره که خودتون بدونین، نه تنها شما رو زندانی میکنه، میکشه، شکنجه میده، تمام پولا شما میده به من. و خیلی جالبه که وقتی که فکر میکنین، اگر که از نظر لغت شناسی آدم بخواد ریشه لغت ها رو دنبال بکنه، میبینه که چقدر فرهنگ ها به هم نزدیک هست و میبینیم که هر سه مذهب منتظر این هستن که یک نفر بیاد و دنیا رو نجات بده و اونها برحق هستن. خیلی جالبه. اسم اولی ماشیه هست، دومی نرفته اسمش بشه جاناتان، شده مسیح. سومی هم نرفته اسمش یه چیز دیگه ای بشه، شده مهدی. میبینید که چقدر اینا به هم نزدیکه. همونطوری که شما اگر که توجه بکنین ریشه لغت‌ها رو بدونین، لغتی که ما به کار می‌بریم میگیم جهنم دره، در واقع جهنم دره یک در اطراف اورشلیم یک دره‌ای بوده به اسم گهنم که اونجا آتش روشن می‌کردن و اون کسانی رو که بعد کشته می‌شدن می‌انداختن توی آتش، که می‌بینیم که چطور اون دره گهنم تبدیل، گهنم به جهنم در عربی تبدیل میشه و جهنم و جهنم دره چطور ریشه لغات اینا همه به هم وصل است، که میبینید که چطور ما در همه قسمت ها به هم دیگه وصل هستیم. همونطوری که یه بحث جدا داره که لغت مجیک چطور از مزدک میاد، و اگر که ما ریشه لغات ها رو بدونیم خیلی اطلاعات دیگه رو ما باید داشته باشیم. مشکلی که به وجود میاد در مورد امروز یک کلش که بین این دوتا طرز فکر هست. مشکلی که رنسانس خودش داشته چی بوده؟ به این حالت که به وجود میاد اینه که به خاطر مسائلی که قبل بوده مثل یک پندولوم میره به یک طرف دیگه. یعنی چی؟ یعنی که زمانی که اونطور فکر میکردم به جایی میرسه که متاسفانه سیستم علمی کاملا ماتریالیستیک میشه، به جایی که انسان واقعا نزول میکنه به این که یک مشت اتم هست، هیدروژن و کربن و اکسیژن، و اصلا مسئله روح، روان، اسپریچوالیتی، سایکولوژی اینا همه فراموش میشه، که بعد بر اساس اون میبینیم که فرضیه کمونیستی به وجود میاد و چیزایی که بعد از اون اتفاق میفته. از طرف دیگه می‌بینیم که علم به تنهایی یا ساینس جوابگوی همه چیز نیست، برای اینکه علم خیلی محدود هست و خیلی از مسائلی که مردم باهاش روبرو هستن اصلا مهم نیست که علم بتونه جواب بده، ولی ما خیلی مسائل دیگه هستش که می‌دونیم امکان داره وجود داشته باشه. همونطور که ما امروز خیلی چیزها رو نمی‌رسیم، ممکنه 50 سال 100 سال دیگه خیلی چیزهای دیگه رو بدونیم. مشکل که رنسانس برای بشر به وجود اومد اینه که چون سعی کرد که خدا رو از خیلی چیزها بگذاره کنار،
انسان مسئول همه چیز شد. یعنی تمام فشار جواب‌ها و مشکلاتی که در دنیا وجود داشت رفت روی شونه انسان‌ها. و به همین خاطر می‌بینیم که استرس بیشتر شد، نروزز بیشتر شد و چقدر زندگی مردم با استراگل بیشتر شد. برای همین است که خیلی‌ها میگن که آدمایی که مذهبی هستن رو ببینید چقدر راحت هستن، چقدر ریلکس هستن، اصلا انگار نه انگار که مثلا اونقدر فشار داشته باشن. علتش اینه که زمانی که یک نفر میگه خدا یا پدر من همه کارا رو انجام میده، مثل یک بچه کوچک میتونه ریلکس کنه. و کسی که تمام فشارها رو میخواد رو خودش بگیره، کسی که میگه دیگه پدرش وجود نداره، یک بالانس به وجود میاد که آیا تا چند اندازه ما به عنوان یک بچه کوچک میخوایم کنترل بشیم، تا چند اندازه ما قدرت این رو داریم که مسئولیت های زندگی رو قبول بکنیم. به همین خاطر هر فردی رو که ببینیم بر اساس صحبتایی که من تا اینجا کردم، یک بالانسی رو نگه میداره در مورد اینکه زندگی خودش رو چطور بچرخونه، چقدر میتونه دنبال روحانیت بره، چقدر دنبال خرافات میتونه بره، چقدر میتونه دنبال مسئولیت خودش رو به عهده بگیره و یا اینکه مسئولیت رو به گردن بقیه بندازه. نکته دیگه که وجود داره و ما باید تفاوتش رو بدونیم اینه که تفاوت بین مذهب، اخلاقیات و قانون چی هست؟ که این متاسفانه یکی از مشکلاتی که باز ما امروز داریم. سیویل کد امروز یا قانون مملکتی میگه که اگر دزدی بکنی، اگر پلیس تو رو بگیره، اگر ببرت دادگاه و اونجا محکوم بشی، ممکنه بری زندان. مذهب میگه thou shall not steal. تفاوتش اینه که در قانون مملکتی پلیس خارج از انسانه، در اخلاقیات و در مذهب پلیس در داخل آدم هست. حالا به چه صورت این میخواد کنترل بشه و ما به راه درست‌تر هدایت بشیم یا به راه خطا ما رو ببرن، یه حرف دیگه است. ولی بزرگترین چیزی که وجود داره این هست که میبینیم که پلیس داخلی هست در مورد مذهب و در مورد اخلاقیات. و یه چیز بهتون بگم، اگر که فردا بگیم که اصلا پلیسی وجود نداره در نیویورک، در پاریس و در یک قبیله آفریقایی، مسلماً یک مقدار شورش و اغتشاش در همه جا به وجود میاد. ولی هر جایی که قانون شکنی کمتر بود، فرهنگ اونا جلوتره، به خاطر اینکه فرهنگ چیزی که آدم در وجود خودش نگه میداره، نه به خاطر اینکه چون پلیس هست دزدی نکنه. اون کسی که پول جلوش بود و خودش این کارو نکرده و ندزدید، تمام پلیس داخل خودشه. اونی که ارزش داره، اون ارزشیه که میتونه مذهب درست به انسان‌ها بده، اخلاقیات درست بده. و متاسفانه دنیای غرب یا دنیای مدنی این رو نداره و این مشکل هست. ببینیم که این مشکلات واقعا از چیزایی که امروز ما داریم می‌بینیم از نظر سیاسی به چه صورت شد. در همیشه در دنیا گروه‌های رادیکال همیشه وجود داشتن. گروه‌های رادیکال همه مذهب‌ها این همدیگه هستن، میخوان یهودی باشن، مسیحی باشن، مسلمون باشن، همه جا وقتی که رادیکال میشن این هم میشن. ما درست میگیم، بقیه اشتباه میکنن، دوست ندارید، خدافظ شما، یا میگیریم میکشیمتون، اگر ما نکشیمتون خدا میکشتتون. اون چیزی که ما امروز باهاش روبرو هستیم در دنیای امروز و مسائلی که در خاورمیانه هست اینه که می‌بینیم یک طرز فکری هست که به طور معمول و به مقدار بیشتر، با اینکه از قبل وجود داشت، ولی گروه‌های تندرو مقدارشون کم بود، گروه‌های مادریت تعدادشون بیشتر بود و ترس نداشتن و می‌تونستن جلوشون بایستن و مردم آمادگی رو نداشتن که بخوان گروه‌های تروریست یا گروه‌های رادیکال رو ساپورت کنن. در مصر حدود 1929 فکر میکنم که گروه اخوان مسلمین که مسلم برادرز بودن شروع به کار کردن، که طرز فکرشون این بود که باید برگردیم به سیستم صدر اسلام و قانونها رو به همون صورت نگه داریم، همونطوری که در مذاهب دیگه‌ای وجود داشت. کسی بود به اسم حسن البنا و ایشون اینو میچرخوند.
دلیل اینکه اینو میگم یه چیز تاریخی در این وجود داره. شخصی بود به اسم سعید قطب که خیلی ها این اسم رو شنیدن و میشناسن، در زمان ملک فاروق به خاطر اینکه برخلاف اون روزنامه نگار بود و مینوشت فرار کرد از مصر، دوستاش فراری دادن و امیدوار بودن با اومدن به آمریکا یه مقدار مدرنایز بشه. در سال 1948 وارد آمریکا شد، ولی نه تنها مدرنایز نشد، برگشت مقدار خیلی بیشتر برگشت به صورت‌های رادیکال، به خاطر اینکه وقتی وارد آمریکا شد و وقتی که قانون رو دید به اون صورت انجام نمیشه، وقتی که متوجه شد آزادی‌ها رو، دید زنها چطور رفتار میکنن، براش خیلی سخت تمام شد و خیلی رادیکال تر شد. در همون سالها چه نکته جالب این هستش که فکر میکنم امروز بیل گرهام رو همه بشناسن، Spiritual Father of United States، اوانجلیست است. در سال 1948-49 صحبتی میکنه و میگه که یا کمونیسم باید وجود داشته باشه یا مسیحیت. میدونیم که در اون زمان کولد وار شروع شده بود بعد از جنگ جهانی دوم و میگه اگر مسیحیت وجود داره کمونیسم نمیتونه وجود داشته باشه، کمونیسم وجود داشته باشه مسیحیت نمیتونه وجود داشته باشه. سعید قطب یه صحبت دیگه ای کرد. در یکی از چیزهایی که مینویسه میگه که کمونیسم و کپیتالیسم هر دوتا شاخه های متریالیسم هستن و هر دوی اینا با سیستم ما اشکال دارن و روزی خواهد رسید که اسلام با این دو سیستم مخالف باشه و با این دو سیستم مسئله پیدا بکنه. حدود 60 سال پیش، یعنی اون چیزی رو که امروز ما داریم میبینیم، در حدود 60 سال پیش این رو پیشبینی کرده بود و امروز میبینیم که ما به اون نقطه رسیدیم. دو تا طرز فکر متفاوت که دارن با هم کلاش میکنن. نکته که پیش اومد بعد از جنگ جهانی دوم و میبینیم که چطور سوویت یونیون، شوروی میخواست دنیا رو بگیره و آمریکا میخواست دنیا رو بگیره و با هم دیگه در جنگی که بودن، زمانی که آمریکا میومد با تمام یا لیدرهایی که کوراپت بودن یا جنرالهایی که سرکار میذاشت، مردم میخواست کنترل بکنه، دیدن که اینا رو کودتا میکنن، از کار میندازنشون، ولی شوروی توده های مردم رو حمایت میکرد. آمریکا اومد سیستم رو عوض کرد، رفت به دنبال توده های مردم. به چه صورت؟ به صورت مذهب. به همون صورتی که در آمریکای جنوبی مذهب خیلی بیشتر تقویت شد، در قسمت هایی از اروپا مذهب بیشتر تقویت شد و در خاورمیانه و اون کمربند سبز که کشورهای اسلامی جنوب شوروی بتونن اون رو نگه دارن، با یک تفاوت. تفاوت این بود که چون اینها به مسیحیت واردتر بودن بهتر تونستن منیج بکنن، قسمت اسلام رو چون وارد نبودن نمیتونستن درست منیج بکنن و نمیشناختن و نمیدونستن که بر اساس همین صحبتی که سعید قطب کرد خودشون هم همون طرف هستن. یعنی این سیستمی که ما میبینیم، سیستم کمونیسم و کپیتالیسم، دو تا شاخه های کوچیک یه درخت هستن که میبینیم این مسئله به وجود میاد و میدونیم که دیگه با تمام مسائلی هم که به وجود اومد به چه شکل امروز این تضاد وجود داره. میبینیم که کسانی که در مدارس علمی بچه هایی که دارن درس میخونن به هیچ وجه اینا، چون اون اینر چایلدشون داره فرم میگیره، تغییر دادنشون بسیار بسیار مشکل هست و به این سادگی ها نمیشه این رو عوض کرد و متاسفانه ما با مسائلی روبرو هستیم که خود من خیلی خوشبین نیستم و به نظر میرسه که تمام این موجی رو که ما باهاش روبرو هستیم موجیه که بر ضد رنسانس داره حرکت میکنه و به نظر خود من انقلاب اسلامی ایران بزرگترین واقعی سیاسی در تاریخ دنیا بعد از دوره رنسانس بوده و متاسفانه فکر میکنم که خیلی ها اینو متوجه نشدن به خاطر اینکه با کاردانی لازم این کار رو انجام ندادن. ما مسئله که میبینیم الان باهاش روبرو هستیم تو این دوتا سیستم این هستش که طفل درون دو مرتبه میخواد کنترل رو به دست بگیره
مذهب میخواد، ولایت فقیه میخواد کنترل رو به دست بگیره. یعنی چی؟ همونطور که رنسانس عوض کرد، الان ماجیک میخواد جای لاجیک رو بگیره، اعتقاد جای علم رو بگیره، وابستگی جای ایندیپندنس رو، کنترل جای آزادی رو، ریچوال و خرافات جای روحانیت رو، و حکومت توسط عده ای معدود به اسم خدا بخواد برتری پیدا بکنه به حکومت مردم بر مردم. و این مسئله یه چیز بسیار بسیار طولانی هست. به من گفتم من وقت اونقدر ندارم، من خیلی سریع در مورد تروریسم باید صحبت بکنم، اگر اجازه بدین حتی چند دقیقه من ممنون میشم. ببینیم، به طور کلی زمانی که یک گروه کوچک با یک گروه بزرگ داره میجنگه و نمیتونه جنگ کلاسیک بکنه، میره سراغ تروریسم. تروریسم یعنی اینکه وحشت ایجاد کردن و گروه بزرگتر رو فلج کردن. نمیتونین همه رو بکشین، ولی میتونین سیستم رو فلج بکنین. یا از کجا میاد؟ داستانهایی که میدونین، حسن صباح، عمر خیام، خواجه نظام الملک، میدونین که در اون زمان حسن صباح اینطوری که صحبت میکنن جز اولین گروه های تروریست بود که مخالفین رو میرفتن و ترور میکردن و میکشتن. و اگر که دو مرتبه خاطرتون باشه، داستانی بود که از طرف حکومت یک نفر رو میفرستن سراغ حسن صباح و میگن که تسلیم بشو، و اون موقع که در قلعه علموت بوده به یکی از اون فالووراش میگه از اون بالا بپره پایین و خودش رو میکشه و میگه ببین این قدرت هست، که میگن در اون زمان برین واش بوده، مایند کنترل بوده، از حشیش استفاده میکردن. و به هر حال حتی لغت اساسین از اونجا میاد. یه نکته دیگه در نظر تاریخی خیلی مهم است که توجه بکنیم، و اون اهمیت شهادت هست، مارتردام. میدونیم که در طول تاریخ چقدر برای امام حسین ارزش قائل هست و چقدر ریسپکت علت داره. به خاطر اینکه کسی بود که میدونست که در جنگ که داره انجام میده کشته میشه، ولی به خاطر اعتقادش ایستاد و کشته شد. یعنی کسی بود که از جون خودش گذشت، جون خودش رو فدا کرد برای اعتقادش. در قسمت اول میبینیم که در جنگی که امام حسین کرد، یه جنگ کلاسیک بود، کار حالاتی که از نظر تروریسم حسن صباح داشت جنگ غیر کلاسیک بود. در طول تاریخ این دوتا با هم اومد ادغام شد. به چه صورت؟ به صورت اینکه یک نفر جنگ کلاسیک بکنه، حالت ترور انجام بده، ولی خودش رو به کشتن بده به خاطر اعتقادش. کجا ما میتونیم این رو ببینیم؟ تمام کسانی که حتی سوساید بامرایی که امروز به خاطر اعتقادشون و دیسیپلینشون به اون کازی که دارن خودکشی میکنن جز این گروه هستن. معروفترین اینها در دوره جنگ جهانی دوم کاماکازی فلایت پایلوت ها بودن، که ژاپنی ها خلبان ها دونسته به خاطر اعتقادی که داشتن نسبت به سیستم امپراتوری ژاپن میرفتن با هواپیما میزدن تو کشتی‌های آمریکایی که خودکشی میکردن. این میشه این نوع دوم. ولی خیلی کار مشکلیه. علتش اینه که شما به مقدار خیلی زیاد دیسیپلین میخواین، اعتقاد یک نفر رو میخواین که خیلی قوی باشه، و تعداد کسانی که بخوان این کار رو بکنن تعدادشون محدود هست. به تدریج میبینیم یک شیبه سوم پیدا میشه. یعنی اینکه در زمانی که سوساید بامر یک ادالت هست، یک گروه دیگه میان اون اینر چایلد رو سوساید بامرش میکنن. یعنی چی؟ دیگه مسئله اعتقاد به اون کاز نیست. مسئله به این صورت است که اگر که خودکشی بکنی، دشمنان خدا رو از بین میبری، خدا از تو خوشنود خواهد بود، هیرو خواهی شد، یک قهرمان خواهی شد، ممکنه خانواده خیلی از تو راضی باشن، و اون اولا درد نمیکشی، چون یک لحظه وقتی منفجر میشدم درد حس نمیکنه، و اون طرف که میری خونه خیلی قشنگی برای درست کردن، 72 تا ورژین خوشگل منتظرت هستن، و برای همیشه هم اونجا هستی، احتمالا مورگیج هم نداری. ببینین، اگر کسی به این سیستم معتقد باشه واقعا میگن it's a win-win situation.
ولی میبینیم طرز فکری هست که توده های مردم رو راه میبره. همون جوری که میبینیم که توده های مردم ممکنه برن روی مین را برن به خاطر این سیستم اعتقادی، میبینیم که هزاران نفر میتونن برن اسم نویسی کنن. برای همین است که خیلی وقتی صحبت میشه مردم میگن ما نمیتونیم باور کنیم. چطور؟ وقتی که میان برن میگن ما سوساید بامبر میخوایم، هزاران نفر صف میبندن داوطلبانه. آخه چطور ممکنه؟ اگر گروه های تروریستی مثلا اروپایی رو ببینید، خب یک عده محدود هستن و چه مسائلی اینا کار رو انجام میدن یا گروه های دیگه، ولی چطور مردم میتونن داوطلبانه هیوج نمبرز که برن خودکشی بکنن؟ به این علت هست، به همون علتی که شما ببینید که هیونز گیت، کسانی که آدم های معمولی بودن ولی به خاطر اون طفل درونشون اینها خودکشی کردن که برن توی اون سپیس شیپ و برن. و یک نکته خیلی جالبتر هست، این قول و قرارها که در اون دنیا چه چیزهایی بهشون داده میشه و حوریان بهشتی منتظر هستن، این قول و قرار رو به یه مرد 70 ساله نمیدن، به پسرهای 16 ساله 18 ساله میدن که they are full of hormones. یعنی اون چیزی که آفر میشه چیزیه که اون گروه میتونن بگیرن. صحبت من این نیست که آیا تروریسم درست هست یا درست نیست، برحق هست یا برحق نیست، این گروه راست میگه یا اون گروه راست میگه. من فقط میخواستم به صورت خیلی خلاصه بتونم یک مقدار اون ریشه های روانی رفتارهایی که ما انجام میدیم در هر روز و رفتارهایی رو که کشورها دارن و اونجوری که ما کنترل میشیم پیدا کنیم. و به همین خاطر قبل از اینکه بخوایم با یک گروهی بد باشیم، سعی بکنیم که یک مقداری بیشتر از اون آدم بزرگ کمک بگیریم که رابطه این آدم بزرگ با طفل درون طوری باشه که ما بتونیم از زندگی لذت ببریم، ولی در ضمن یک زندگی درست هم داشته باشیم و همونطوری که نمیخوایم که ما خودمون هرت بشیم، کس دیگه هم هرت نکنیم. خیلی ممنونم.